خب در این بخش از برنامه میخوایم موضوعاتی که همزمان با قیام ایران در فضای مجازی و یا ترفندها و کار اقداماتی که رژیم ایران در فضای مجازی انجام میده رو با میسم ناهید در این بخش به بحث و گفتگو و در واقع بررسی قرار بدیم میسم میدونیم که هر بار ور سلام میکنم به تو خوشحالم که در این بخش از برنامه با ما همراه هستی میخواستم برامون توضیح بدی که اقداماتی که رژیم در فضای مجازی انجام میده طبق بررسی هایی که انجام دادی چی هست چه در واقع فریب کاری های انجام میده و ما بگو که الان مشغول چه کاری هست رژیم و از چی میترسه که این کارا رو میکنن خیلی ممنون اول درود میفرستم به همه مردم و جوانهای ایران که این روزها واقعا سیل خروشان قیام رو در سراسر سر کشور راه انداختن و ارکان رژیم رو لرزوندن فکر کنم اقدامات رژیم البته فکر نمی کنم یقین دارم اقدامات رژیم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم در امتداد همین لرزه که بر ارکان رژیم افتاده اما این لرزه رو برای اینکه اولی مقدار تصویر کنیم من فقط به سه نمونه از اظهار نظر همین مقامات رژیم اشاره می کنم که امروز بود از جمله منصوری استاندار تهران مهم. که گفتش که این هایی که این قیام رو راه انداختن من دارم نقل مضمون میگم هسته هایی بودن سازمان یافته آموزش دیده با طراحی با طراحی مشخص که می آمدن آتیش می زدن، با پلیس درگیر می شدن حمله میکردن و این بلاها رو خلاصه سر ما آوردن همچنین آخون مزفری که رئیس دیوان به اصطلاح عدالت اداری رژیمه به مردم میگفتش که مراقب باشید گول دشمن رو نخورید فریب این دشمن رو نخورید چون این دشمن دنبال ساقط کردن نظامه البته پاسخ نمیده که پس این همه که مردم در این شهر را ریختن مگه دنبال غیر از چیزی به جز ساقت کردن نظام هستن خب از این بگذریم اما خب قالیباف هم قالیباف هم گفتش که به مردم هشدار میدم که فریب مجاهدین رو نخورن این مجاهدین همون کسایی هستن که تا حالا انبوهی از نفرات نظام رو کشتن بر حال اینها حرفایی است که امروز زدن اما عطف به رادیکالیزم و شدت عمل قیامه که تا همین دو روز میبینیم این رادیکالیزم و شدت عمل به کجا رسیده برای اینکه تصویری داشته باشیم البته خب تصاویر خیلی پخش شده داره. من چهار نمونه رو گزینش کردم از این شدت عمل رو ببینیم اگر اتاق فرمان بتونن پخش کنن لطفا برامون ببینیم ولی یه نمونه است هم پخش کنید ولی بله اگر که اتاق فرما فکر کنم این تصویر رو باید نشون بده الان این صحنه دیگه است اگر بتونم صداش هم پخش بکنم بله می‌بینید که جوانها چطور حمله میکنن به این بسیجی ها و نیروهای انتظامی اینجا صحنه آتیش زدن موتورها و تجهیزات انتظامیه این هم یه صحنه دیگه درسته همینطور این هم یک صحنه دیگه است که سرندجه بینیم چطور مردم آتیش روشن کردن و اینم بگم فرضاً واقعا بعضی شهرها صحنه جنگ میدان جنگ بله بله. بانه سرندج خیلی از شهرهای مختلف این همون دشمنیه که این حوامل رژیم میگفتن که این روسا دارن این کارا رو میکنن بران پس این شدت عمل قیام خب این حاکی از رادیکالیزم شدید این قیامه که بیجهت هم نیست واقعا چهل،, چهل, سال سرکوب و جنایت خب حاصلش این وضعیت میشه اما سایبری رژیم برای مقابله با این در شبکه اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف سه تا کار کلن داره میکنه اول اینکه تلاش میکنه بگه اینها یک عده اختشاشگرن نه مردم حالا معلوم این اختشاشگر چقدر زیادن که الان در این همه شهر در این همه نقطه دارن این کارا رو میکنن برحال اینا یک عده اختشاش کردن کار دوم اینه که یک موج جدید شیطان سازی علیه دشمن اصلی نظام راه انداخته در شبکه اجتماعی در توییتر و کارهای مختلف که البته قبلا هم میکرد اما این دو سه روز یک موج جدید را انداخته با همون دیویس گردان سایبری که خودشون میگن جالبم هست که همیشه این موج ها علیه مقاومت ایران دقیقا زمانی انجام میشه که یک قیامی پا یهو میبینیم که هشتگسازی سازی میشه و یهو یاد میافتن که باید حرف علیه مجاهدین یا رهبری مجاهدین میزدن که دقیقا این حرفا به اصطلاح توسط افرادی که مثلا وابسته به رژیم نیستن این حرفا رو میزنن اصطلاح وابسته زمانی یادشون میاد که یک قیامی اتفاق افتاده که مثلا حرفایی بزن که خب میکنم هر کسی از این نتیجه میگیره که چرا باید افرادی یهو ناگهان یاد این حرف ها بیفتن و دقیقا زمانی که قیام هست خب معلومه که این قیام ها وقتی که به سمت رادیکال ترم شدن میره نشون میده که گرایش و سمتش به سمت کدوم جناح و کدوم جریان است الان بسیار در پرانتز گفتم البته دقیق گفتی یک علت هم داره ببینید یک مونیزمی حاکم هست الان در صحنه سیاسی اجتماعی ایران دو جریان هست یکی جپه رژیمه که میخواد این رژیم حفظ بشه یکی هم مردم و مقامت ایران هستن که میخوان رژیم سرنگون شه ببینید کسی که از چهل سال پیش میگفت این رژیم باید تام و تمام سرنگون بشه کسی که از چهل سال پیش میگفتش که میکشم میکشم آن که برادرم کش آن که خواهرم کش کسی که از چهل سال پیش میگفت باید با به صورت این رژیم براندازی بشه خب مقاومت ایران و مجاهدین بودند بنابراین وقتی جامعه به این نقطه میرسه هر عملی که انجام میده در این راستا خواه نخواه این استراتژی برجسته میشه به داشتیم میگفتیم اقدامات رژیم رو کار سومش هم اینه که میخواد روحیه بده به عوامل بسیج و گارد ویژه که این روزها خب میبینیم به شدت اوضاعشون خرابه اما اولین اقدام اینکه میخواد بگه این مردم که اومدن یک اقده اختشاشگر هستن میاد در تلویزیونش و در شبکه های اجتماعی یک سری کلیپ ها یک سری اه... چیزهای تبلیغی تولید میکنه و پخش میکنه یک نمونه رو از تلویزیون رژیم ببینیم لطفا این رو پخش کنید مثلا... بله فکر کنم متاسفانه صدایش نمیاد صدای تصویر اگه میشه لطفا صدای ویدیو رو در اه... پک کنم اگه میشه خود توضیح بدی که موضوع چی هست تا هر اینکه یادت هست صداش نه گفتم صداش نمیاد بعد تو توضیح بدی که صداش چی هستش بله بله خب این تلویزیون رژیمه که گزارش داره پخش میکنه میگه اینا یک عده اختشاشگر بودن که اومدن چند جا آتیش زدن چند جا صد زباله چند جا موتور و عده زیادی هم نیستن و فقط اومدن این کار رو بکنن که جو روانی جامعه رو به حال متشنج بکنن این گزارش تلویزیون رژیم بود اما بریم مورد بعدی مورد بعدی یک توصیه است که سایبری سپاه کرده در همین جریان قیام که لطفا عکسش رو پخش بکنید عکس صحنه که سایبری نظام توصیه میکنه به عواملش تنظیم بکنن اتاق فرمان لطفا این عکس قابل پخش است یا خیلی اگه موضوع بعدی رو توضیح بدی تا م... موضوع حد... من خودم توضیح میدم الان گویا مشکل فنی دارم فکر کنم که شما اگه مباحثی که داری توضیح بدید چون مشکلاتی باله. هست در اتاق فرمان فکر کنم سایبری فرق نظام در یک پستی که درس کرده بیرون توصیه میکنه به عوامل سایبری به همین لشکر سایبریش میه که شما بریم با اکانت هایی که به شکل اختشاشگر هستند تو شبکه‌های اجتماعی جوری تصویر بکنید که گویا این کسایی که اومدن تو خیابون اینا دنبال این هستن که به مردم ضربه بزنن دنبال این هستن که منافع عمومی رو تخریب کنن و خراب بکنن به هر حال این هم اقدامات رژیم در زمینه سایبری بود دلسته. اما نکته آخرم روحیه دادن تلاش هستش که میخوان روحیه بدن به عوامل رژیم اما چرا میخوان روحیه بدن صحنه‌ای که این در این دو روز در 28 و 29 شهریور ما دیدیم در این قیام به شدت مردم حمله می‌کنن به نیروهای بسیج و گارد ویژه و اینها ماشیناشون آتیش می‌زنن، کتکشون می‌زنن و از اینجور صحنه که اگه بشه اتاق فرمان این سحنا رو هم لطفاً پخش بکنید. این یک صحنه است که در مشهد خودروی نیروی انتظامی رو آتیش زدن. درسته؟ اینجا یک صحنه دیگه هستش که در یکی از شهرهای دیگه اینجا هم خودروی نیروی انتظامی رو چپ کردن بله. و آتیش زدن اینجا رشته اگه دقت کنی مردم با بلوک مانع ایجاد کردن وسط خیابون وقتی این گاردیا میرسن بعد جوونا از کمین بیرون میان و با سنگ حمله میکنن به سمت این گاردیا و ببینیم چه بلای سر این گاردیا میاد و فرار میکنن این هم همون درسته سحنه, سحنه بله و فرار کردن از صحنه کلا رفتن این یک صحنه دیگه است که می‌بینیم این فرمانده انتظامی با نیروش چطور از دست مردم فرار می‌کنه این هم رشته اینجا درسته از صحنه خارج میشن اینجا یک بسیجی رو گرفتن تو رشت دارن میزنن. مردم و جوونا اینجا صحنه هستش که در ساری اگه اشتباه نکنن مردم دارن حمله میکنن به گارد ویژه مال همین امشب و چطور گارد ویژه از صحنه خارج میشه اینجا میبینیم چطور این این فیلم رو لطفا یه بار دیگه پخش کنید وقتی تموم شد یا کنید این گارد ویژه داره فرار میکنه جوونه چطور میان با میزنن این خشم و کینه واقعا چهار دهه جنایت و قارت این رژیمه که اینجور داره الان فوران میکنه درسته این یک گارد ویژه است که مردم بهش حمله میکنن فرار میکنه تو ماشین پلیس راهور دارن لباسش هم من راهبر. لباس عوض کرده این فرمانده انتظامی قزوینه مال همین امروزه که کنید چطور مردم میزننش این فیلم یه بار دیگه پخش کنین فرمانده انتظامی قزوینه بله نشاریبه. بله این امه. و این هم آتیش زدن خودرو انتظامی در شهرهای مختلف ملت تار بودن تصاویر فکر به خاطر چهرا... خودشون که الان چهره ها رو چیز اینجا می‌بینیم که میرن این خودروی اطلاعاتی هاست. اه... که اومدن برای سرکوب همین لباس شخصی ها مردم حمله میکنن و در نهایت هم این خودرو رو چپ میکنن که دیروز امروز هم موارد سوزوندن ونای انتظامی خودروهای اطلاعاتی رو خیلی زیاد داشتیم فکرم اولین تصاویرش دیروز هل بود ولی امروز تعداد بیشتری بود امروز خیلی بیشتر بود, بود. خودروهای انتظامی امروز آخه شهرهای بیشتری هم پیوستن هم هم. به قیام سحنه سحنه بدن. پاتانه میرم بالای این خودرو این هم یه عده معدود اختشاش کردن که رژیم میگه در شهر مختلف خب این صحنه ها بود حالا ببین خب وقتی این صحنه ها هست ببین رژیم در فضای مجازی میاد علیه مجاهدین دروغ پراکنی میکنه تلاش میکنه جنگ روانی ایجاد کنه در فضای واقعی خب این بسیجی و این گارد ویجش که داره با پوست و گوشش لمس میکنه این حمله مردم و کتک خوردن و گوشمالی رو گوش و اونجا که نمیتونه فریبش بده دلسته. و این میخواد سایبری اومد چیکار کرد امروز کانال سایبری سپاه یک کلیپ قدیمی قدیمی که ما این چند وقت پیش از خامنه پخش کرد که خامنه ای میگه که آرام باشید این نیز بگذرد اتفاق نمیفته که اگر لطفا این کلیپش هم پخش کنی البته امیدوارم صدا داشته باشه فکر کنم صدا نداره بله فکر کنم صداش نمیاد دیگه در همینت که فکر کنم خودت بله امیجاست... میگه آرام باشید خامنه داره به بسیجی ها میگه و به هر میگه که این هم بگذره و اتفاق نمیفته یعنی میخوان به این صورت روحیه بدن به این نیروهای رژیم به شما اول پرسیدی که رژیم در شبکه اجتماعی و سایبری چی کار میکنه در این سه مورد در این سه معالفه داره کار میکنه ام. البته بسیار از موضع ضعف چون واقعیت صحنه اینه که اون خشم و کین چهل ساله مردم ایران داره خودش رو تحمیل میکنه همچنین در شبکه اجتماعی بسیار علی مهستم تشکر میکنم از توضیحاتت برای تاریخ جانوری متاسفانه الان فکر کنم با اون کیفیت که باید این مطالب مطرح نشد به دلیلی که بخشیش اون صدایی که باید روی تصاویر بود متاسفانه نشد که همزمان با پخش تصاویر پخش بشه ولی در حال تشکر میکنم از تو خیلی ممنون تشکر میدونم روزهای بعدم باز بتونی چنین گزارشی داشته باشید در رابطه با اقداماتی که در فضای مجازی بیا و یا ها و فریبکاری هایی که رژیم داره باز هم بتونی برام گزارش بدی خیلی ممنون تشکر